درود و عرض ادب خدمت همه عزیزان هر دو کانال خبرچین و دیگه چه خبر دوستان عزیزم ما در این کانال ها گرد هم اومدیم تا در سایه همدلی و همفکری بتونیم در راستای توسعه و پیشرفت و آزادی کشور عزیزمون و رهایی از این رژیم منحوس گامی به سهم خودمون برداریم بیشک تحقق این امر فقط با همفکری و همدلی و حمایت شما عزیزان ممکنه و از تمام شما دوستان نازنین که با کامنت های پرمهرتون همیشه حامی ما بودید یک تشکر ویژه دارم مرسی که هستید و سپاس از شمایی که ویدیوها رو میبینید و با لایک و کامنت و اشتراک گذاری از ما حمایت میکنید همیشه سالم و موفق باشید قدرت یعنی این یعنی با نیم درصد تغییر نرخ بهره در کشورت همه دنیا رو به هم بریزی همه نرخ ها رو تحت تاثیر بذاری قدرت این نیست که در یک جلسه دیپلماتیک شعار مرگ بر یو اس آی بدی و نه تنها چیزی تغییر نکنه بلکه تذکر هم بگیری دیشب مطابق پیش بینی ها بانک مرکزی آمریکا نیم درصد نرخ بهره رو بالا برد تا بتونه جلوی تورم رو بگیره توجه مضاعف داشته باشید که اثر افزایش نرخ بهره در کالاها و بازارهای مختلف به هیچ وجه یکسان و همانند نیست و هر فعال اقتصادی باید این متغیر را به اقتضای دیگر متغیرها در صنعت و کسب و کار خودش محاسبه و رصد کنه کما اینکه قیمت نفت و ارزهای دیجیتال از دیشب تا کنون به دلیل کمتر بودن میزان افزایش نرخ بهره و دیگر متغیرها سعودی و در فلزاد نیز به صورت متنوع و متفاوت واکنش نشان داده شده باید دقت کرد که تا پایان سال جاری نه بار افزایش نرخ بهره خواهیم داشت و اثر اون در هر کسب و کاری به صورت مستقل باید مورد بررسی دقیق قرار بگیره در همین رابطه جواد اوجی وزیر نفت دولت فعلی در دیدار رسمی خودش با یکی از مقامات خارجی در واکنش به شعار زنده باد ایران گفته که زنده باد ونزوئلا و مرگ بر آمریکا وزیر نفت ونزوئلا خطاب به اوجی که شعار مرگ بر آمریکا داده گفته نگو این رو واقعا جالبه این بشر کسیه که سالهاست پست ارشد دولتی داشته و اکنون وزیره فرق یک ملاقات رسمی رو با راهپیمایی یا نماز جمعه در کشور خودش نمیدونه ای وای ای وای رزا کیانیان کیست؟ آخوندیه که در آستانه معمم شدن تصمیم گرفته که ظاهر آخوندها رو نداشته باشه و با ظاهری شیک تنها راهشون رو ادامه بده همانند همان هاج های بیکینی پوش که انتخابشون چادره ولی عشقشون بیکینی حالا زندگی اسلامی پسر رزا کیانیان ساکن کالیفرنیا رزا کیانیان سلبریتی حکومتی و تمام اعضای خانوادهش گیرین کارت آمریکا دارند و این در حالیه که سلبریتیهای های حکومتی که برای مرگ قاسم کتلت سوگواری میکنن و عاشق آرمان های اسلام و انقلاب امام آفتابه ها هستن چرا باید گرین کارت آمریکا بگیرن و فرزندانشون رو برای تحصیل و زندگی به آمریکا بفرستن سینمای ایران بعد از انقلاب ساخته نشده بعد از انقلاب ادامه پیدا کرده و به یومن انقلاب تونسته حفظ کنه خودشو چون ممکن بود اگر انقلاب نشه شاید سینمای ایران هم نابود میشد مثل اونا میشد الان توی دنیای معاصر دو تا جریان سینمایی وجود داره چون هندو گفتیم که به کنار دو تا جریان سینمایی وجود داره یکی امریکاست یکی ایران یکی از علتهایی که های اروپایی توی این سالهای مثلا بعد از انقلاب انقدر به سینمای ایران توجه نشون دادن انقدر سینمای ایران حلو حلوه کردن انقدر جایزه دادن به سینمای ایران همینه چون امریکا سینمای اونا رو نابود کرد اونا فقط یک سینما در برابر سینمای امریکا میدیدند که اونا سینمای ایرانه برای مقابله با امریکا برای اینکه میگن ما هنوز هستیم ما روتای خودمونیم ما آدمیم سینما ایران آلترناتیو میکردن و نشون میدادن ابوالفتح اخوت شوهر گوهر خیراندیش که نام خودش رو به آلن تغییر داده دادستان سابق آبادان عضو ستاد انقلاب آبادان مسئول بنیاد مسکن آبادان و مشاور مدیرامل فروشگاه های شهروند بوده و اکنون در لس آنجلس جواهر و طلا فروشی رو تأسیس کرده و این در حالیه که ابوالفتح سالها در عناوین و موقعیت‌های مختلف میلیاردها تومن از پول مردم ایران رو با هم تقسیم کرده و همچنان نیز چندین شرکت بزرگ در ایران داره و از راه دور اوزارو رو کنترل میکنه حضور اینگونه اشخاص در ایالات متحده توسط لابی جمهوری اسلامی ترتیب داده شده و این در حالیه که گوهر خیراندیش میگه به اعتقادات یکدیگر احترام بذاریم بله احترام به جمهوری اسلامی که میلیونها دلار به شما سلبریتی های حکومتی تقدیم کرده تا ایدئولوژی شیعه رو در ایالات متحده ترویج بدین و جای پای نظام در لس آنجلس باشین لیست شرکت ها و موقعیت های ابوالفتح آنقدر زیاده که به احتمال زیاد حوصله شما رو سر خواهد برد ای کاش مردم می دونستن که این اوباش جمهوری اسلامی چقدر از منابع ایران و ایرانی رو به تاراج بردن و در لس آنجلس لذت می برن. من میرم جلو رئیس جمهور میگم من خارج از کشور محجبه نیستم الان دارم از طرف نهاد ریاست جمهوری میرم آفریقا برای همایش بانوان جهان اسلام بهشون گفتم من خارج از اونجا محجبه نیستم کلی خواهش تمنا گفتم نمی پوشم دیگه خانم دکتر قزلی گفت جهنم برو دیگه چیکار کنم فقط این صد متر از هتل دور باز بکن ببخشید این, این وایس لو رفته شیلا عالمیه که از اعضای ستاد انتخاباتی رئیسی هم بوده و این در حالیه که دهها و صدها هزار یورو و دلار برای بنر عکس نرگس محمدی در مهمترین مکانهای اروپایی هزینه میشه یک موردش انتشار عکس او در نیویورک تایمز به عنوان آگهی با تعرفه 108 هزار دلار بود که بسیار خبرساز و حاشیه برانگیز شد در حالی که اخبار هزاران زندانی واقعی و مبارز سیاسی سرکوب میشه سوال اینجاست منشأ این پولها کجاست آیا نمیشه این پولها رو در جای مناسبتری برای آزادی ایران هزینه کرد پاسخ اینه که همان افراد و بنگاه هایی که هزینه های نصب این بیلبوردها ها و پوستر های تبلیغاتی رو میدن احتمالا همان کسانی هستند که از مواضع این افراد در مدارا با جمهوری اسلامی و درخواست رفع تحریم های نظام سود میبرند. ببینید من خودم رو بسیار متشرع میدونم بسیار مسلمان میدونم بسیار معتقد میدونم و در حد واجبات دنبال مستحبات و اینا خیلی نیستم خدا وکیلی مسلمان سنتی هم هستم با تحقیق و تفحص و نمیدونم جستجو مسلمان نشدم خانواده مسلمان بودم من مسلمان شدم حتی اگر یه دین دیگه داشتم من یه دین دیگه پیدا میکردم ولی من خودم بسیار مسلمان میدونم و اعتقاد دارم, اعتقاد دارم به این قضیه و تا جایی هم که میتونم و یعنی میتونم که میتونم مثلا یعنی همیشه هم سعی کردم اصول رو فروع رو همه چیز رو رعایت بکنم بله من یه مسلمانم حداقل میتونم بگم از این حکومتی ها بسیار مسلمان ترم. معمولا برنده ها کودتا خیلی جواب بوده کودتا شده بعد بهتر شده نمیگم کودتا مثل انقلاب ها نتیجه منفی داره ولی انقلاب ها معمولا نداشتیم یعنی تو تاریخ جهان نه فقط ایران و حالا خاورمیانه و اینها تو تاریخ جهان انقلابی نبوده که بشه و بعد بعدش شرایط بهتر شده باشه البته یه انقلاب فرانسه رو اونم یه بخشایش رو استثنا میکنن آیا این آقا رو میشناسید ایشان رضا مطلبی کاشانی صاحب امپراتوری آرد و مکارانی. اصل دهنده جسد بزرگان نظام در خانه خودش مشاهده کننده لبخند مصباح یزدی وقت قسل دادن با روایت شیخ همیشه گریان صدیقی که دیده بود امام راهل شاه رو دونیم کرده و همچنین شریک پناهیان در اهدای خانه و واقعا هر موقع در یخچالمون رو مخواهیم وای کنیم نگرانیم که یخچالمون خلاصه چیزی داره یا نداره بذاریم جلو نوامون هر دم از این باغ بری میرسد. بیژن نوباوه نماینده اصولگرای مجلس مدعی جعل نامه میساق با رهبری توسط محمد باقر قالیباف شد. او در توییتی نوشته مجلس به کجا می رود وقتی رئیس دستگاه قانونگذاری برای بازگشت حیثیت مخدوش خودش متن نامه میساق با رهبری از سوی نمایندگان رو به نفع خودش جعل میکنه او ادامه داده که ترس دست کجاست اعاده حیثیت و یا انتخاباتی جدید در هیئت رئیسه مجلس رو خونی تازه باید و این در حالیه که اشاره نوباوه به بیانیه 233 نفر از نمایندگان طویله مجلس که در حمایت از قالیباف از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه خواستند که طراحان و مجریان پروژه های تخریب رو شناسایی و با اونها برخورد لازم صورت بشه در این بیانیه آمده بود مجلس یازدهم که از سوی رهبر معظم انقلاب مجلس انقلابی توصیف شده و مسئولیت امیدآفرینی از جانب رهبر بر دوش آن نهاده شده در طول دو سال گذشته بیش از پیش ها مورد تخریب دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی بوده و هر روز به بهانه مورد حمله قرار گرفته. مجمع در دلیزیان چای دا کاهوالتو دا ینیر اجابا ندیر ندیر ezberebiliriz değil mi çocukluğumuzda. Şimdi onu bir değiştirerek anlatayım size. Bir bilmecem var değerli izleyenlerim. Türkiye'nin doğusunda bir ülke, kalabalık bir ülke ve bir parça totaliter rejimle, bir parça yanlış oldu. Baskıcı, otokrat bir rejimle yönetiliyor. Ve in derhal ki Tabga Türkiye مجری کانال ترکیه توضیح میده جایی که خانواده رئیس مجلس ایران دو واحد خریدن کلا 1500 واحد داره که 500 واحد اون رو بچه های مسئولان ایرانی با پول های رشوه و دزدی خریدن و این واحد ها اونقدر گرونه که خود مردم ترکیه فقط از طریق مترو که رد میشه اونها رو میبینن رژیم جمهوری اسلامی سیانت هم بکنه رسانه های جهان کسافت بودنشون رو فریاد خواهند زد. مقامات جمهوری اسلامی آنقدر پلید و پلشت هستند که رسانه های ترکیه با وجود داشتن منافع در سرمایه گذاری در کشورشون اما این پول ها رو نجست میدونن که نشان از شرافت و انسانیتشون داره. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.